درود میفرستم خدمت همه شما خوبان. سپاسگزارم که برنامه ما رو دنبال میکنید. بخش اول برنامه امروز رو داریم و خیلی وقتا خیلی به من میگن آقا جمهوری اسلامی فلان فلان شده است، اینا دیگه تو این تم صحبت خیلی صحبت کردیم دیگه، ولی لازمه همچنان حضور داشته باشیم در این مورد، چون ببینید 100 سال حداقل با پدیده رسانه جامعه ما رو به تکرار انداختن، تکرار مزخرفات، ما مجبوریم که پادزهرش رو داشته باشیم. من امروز ویدیویی رو میخوام به شما نشون بدم از یکی از همین کانال‌های وهابی که آقای رضا پهلوی و خیلی از این آقایون سیاستمدارن هم توی رسانه کلمه میرن. حالا البته اینا یک مقدار رقیب کلمه هستن، ولی همشون توی کانتکستن. اینا هم طرفدار رضا پهلوی و اینا هستن. چند وقت پیش این آدم اومده بود در مورد ما می‌خواست مچگیری هم بکنه و خب اینا چون سواد اطلاعاتشون در مورد مسئله تکنولوژی بسیار ضعیفه، خب خودشونو کثیف میکنن و همین باره ما گفتیم به یاری اهورامزدا دشمنان خودشون رو دارن خراب میکنن. شما نمیدونید سطح گسترده دشمنی هایی که علیه من انجام میشه چگونه داره ما رو روبه جلو میبره و چگونه داره به ما کمک میکنه. الان همین اقدامی که یک دیوانه ای تو این جزیره علیه ما انجام داشت میداد، حالا به یاری اهورامزدا در دادگاه حسابی نقره داغش میکنیم و وکلای خودمون هم آماده کردیم و هنوزم نمیفهمه که با یک سنی حالا انترمنترش کردن انداختن جلو علیه ما، نمیفهمه چه بلایی سرش خواهد اومد به صورت قانونی و خودش داره مثل آدمایی میمونه که خودش با دست خودش چاه میکنه. حالا این تیکر اگه کسی دوست داشت برای این دیوانه بفرسته، میدونین منظورم کیه، همون علی آویزونی که حالا به زودی خواهیم دیدش. اتفاقا چند شب پیشم در یکی از این پاساژهای نزدیک خونه ما دیدمش، انقدر خسته بود دیگه جلو نرفتم حالشو بگیرم، انقدر خسته بود داشت حمالی میکرد در سطح گسترده. مهمم نیست. خب دشمنی ها همواره گسترده است علیه کشور ما. یکی از اینا یه آدمی به نام سجودی، اینا جریانات وهابی هستن و خیلی جالبه برنامه‌ای که اومد علیه من ساخت، بعدش هم دوباره یه برنامه دیگه ساخت، ما جواب ندادیم و جواب نخواهیم داد. برنامه‌هایی که علیه من ساخت خیلی جالب بود، اطلاعاتی که یعنی در حقیقت ضد اطلاعات، من اینو بارها به مقامات امنیتی در سرتاسر اروپا هر جا دیدار داشتم بهشون گفتم، گفتم آقا شما اطلاعاتی که در مورد کشور ما دارید، چون از یک اپوزیسیون ناقص العقل که از نظر ذهنی و عقلی اینها رسیده نشده عقلشون و کال هست این مغزه، در حقیقت ضد اطلاعات دارید شماها بیان میکنید در مورد کشور ما. خب این آدم رفته بود یک سری ضد اطلاعاتو از هواداران رضا دیبا علیه من جمع‌آوری کرده بود داشت میگفت و خیلی جالب بود، خودش هم داشت یک ضد اطلاعاتی رو به خاطر کمبود دانشش در حوزه تکنولوژی رو بیان میکرد و جالبتر اینجا بود هواداران رضا پهلوی ویدیو این آدمو داشتن دست به دست پخش میکردن و مطالب این آدمو داشتن ازش بهره برداری میکردن علیه من. خب این اتحاد کفتارها نیست؟ اتحاد لاشخورها و کفتارها و روتیلها و حشرات موزی با یکدیگر نیست؟ حالا کفتار اینا والا به اینا حال دادم، اپوزیسیون ایران تهشو بگیریم میشن حشرات موزی. خب همه اینا اصلا یکی از مسائلی که ما فهمیدیم جمهوری اسلامی امروز در بخش آقای خامنه ای بر حقه، صفوف دشمنان این است دیگه، تمامی دشمنان ایران جریانات مختلف با هم متحد شدن علیه آقای خامنه‌ای. خب اصلا معلوم میشه ایشون بر حقه، یکی از معیارهای حق شناسی اتحاد حشرات موزی با یکدیگره، همچون این آدم از جریان وهابیت عربستان با هواداران رضا پهلوی و غیره. خب حالا همه اینا که گفتم مقدمه بود چونه گرم بشه. چرا این برنامه رو دارم میسازم؟ برای که مردمی که امروز میگه جمهوری اسلامی سقوط کنه، اینا مثلا حجاب دارن سر ما میارن. اشتباهات جمهوری اسلامی سر حجاب اجباری و آزادی‌های مدنی همتون میدونید، مخالف بودم، هستم، خواهم بود، همین الانم هم اهل همه داستانام هستم، مخالف جمهوری اسلامی هم در این حوزه هستم. اما آیا تویی که امروز معترض این هستی که حجاب اجباری بر سرت هست، میدانی اگر جمهوری اسلامی سقوط کند چه اتفاقی میافتد؟ بذار من بهت بگم، چون شماها سازماندهی شده نیستید، اتفاقی که میافتد اتفاقی از جنس این دیوانگانی که الان صحبتاشونو با هم میخواییم گوش کنیم. حرفاش مال دو سه شب پیشه، با هم گوش کنیم ببینیم چی میگه. ببینید شما مقایسه میکنید نروژ رو با ایران، نروژ حتی با ترکیه، نروژ حتی با عراق،
امروز حتی میتونیم بگیم نروژ با عربستان. این مقایسه باز با اسلام نیست، چون که قوانین اسلامی تو کشور اسلامی حالا اجرا نمیشه. تو ایران کیو کدوم دزد دستشو برید؟ فهمیدی؟ میگه چرا نروژ اینا رو شما مثال میزنید؟ این نروژ اینا که اینا ما متاسفانه کشورهایی که به اسم اسلامی است اسلامی واقعی نیست. در ایران کدام دزد دست و پاشو بریدن؟ اعتراض داره میکنه چرا جمهوری اسلامی دست و پا نمیبره؟ دقت کن. حتی میتونیم بگیم نروژ با عربستان. این مقایسه باز با اسلام نیست، چون که قوانین اسلامی تو کشور اسلامی حالا اجرا نمیشه. تو ایران کیو کدوم دزد دستشو برید که دزدی کم بشه؟ اسمش اسلام اما اجرا نمیشه. متوجه هستید؟ لذا اگر متوجه هستی عزیز دل، جون دل، برقراری عزیز، میخوای برقرار ترشی آقای خامنه ای بره این دیوانگان بیاد؟ صفوف دشمنان آقای خامنه ای رو نمیبینی؟ فرقه شیرازیه که دعوا داره با آقای خامنه ای، میگه آقا من میخوام قمه بزنم، میخوام تیکه پاره کنم جامعه رو، میخوام سرم و جوانای خودم آموزش قمه زنی بدم. آقای خامنه ای یک تنه جلوشون وایساده. آخوندای هوادار فرقه شیرازیه کنار آقای رضا پهلوی عکس دارن، با هم دیگه دوستن. یعنی اپوزیسیون سکولار دموکرات با فرقه دوسته که قمه میزنن، اون مدل شیعش، این مدل سنیش. میگه چرا دست و پا نمیبره آقای خامنه ای؟ قربونت برم آقای مولوی عبدالحمید تو سیستان بلوچستان اعتراض داشت، میگه 40 سال شما رئیس جمهور شیعه داشتید، بذارید یه 4 سالی هم ما داشته باشیم عزیز دل. خروجش این میشه، حامیان شما آقای مولوی عبدالحمید عزیز، حامیان شما کسانی هستند که میخوان دست و پا قطع کنن. اعتراضش به جمهوری اسلامی این نیستش که چرا حجاب اجباری است، دوزاری افتاد. اعتراضش اینه که چرا دست و پا نمیبری، دوزاری افتاد. از فخرآور تا زیبا کلام تا همه این اپوزیسیون در همین رسانه ها میرن میشینن حرف میزنن، دوزاری کجتون افتاد؟ چرا من دارم دفاع میکنم از جمهوری اسلامی یا نه؟ چرا دارم از آقای خامنه ای دفاع میکنم یا نه؟ آلترناتیواشونو دارید میبینید؟ تمامی این اپوزیسیون سکولار دموکرات تو همین رسانه های وهابی میشینن، الانم که پولشونو دارن از اونا میگیرن. دوباره پروژه جدید حالا تو بخش خودش میخندین، بعد 43 سال با موهای سپید یادشون افتاده که نه به جمهوری اسلامی بگن. واقعا که حالا ادامه صحبتاش، تو مقایسه میکنی با کشور اسلامی وقتی قانون اجرا نمیشه. تو میری دکتر، تو میری پیش دکتر نروژی، میری پیش دکتر بهش نسخه که میده میخوره چی میکنه؟ مسلمان که میره پیش دکتر نسخه دکتر رو اجرا نمیکنه. ببینید من بازم میگم، میدونم بازم متهم میشم به طرفداری از طالبان، در حالی که من طالبان چی آقای سجودی، قربونتون برم، شما علنی دفاع کردید از ابوبکر بغدادی، اسنادش موجوده، شماها داعش هم دفاع کردید، تبلیغات داعشی هم کردید، فیلماش هست، اسنادش موجوده. حالا واژه داعش که نمی آوردید، ولی اتفاقاتی که تو عراق افتاد، کسانی که میرفتن میپیوستن به داعش به عنوان پیکارجو ازشون نام آوردید شماها. حالا طالبان که دیگه ریز ریزش دفاع میکنید، ولی شما حامی طالبانید، حامی داعشید، هزاران داستان. حالا مایی که به عنوان یک حکومت مجبوریم با حکومتی که بالاخره در افغانستان خوشمون نمیاد ازش طالبان، ولی بالاخره اونجا آمریکا 17 سال چی از 2001 اونجا داشت میجنگید، 20 سال اونجا انترمنتر طالبان شده، و وقتی که مایک پمپئوشو میره باهاشون التماس میکنه با مقامات طالبان عکس بگیره، خب ببخشید ما اثر قدرت میایم، همون مقامات طالبان که پمپئو التماس میکرد باهاشون عکس بگیره خودشون پا میشن میان تو کشور ما برای مذاکره، ما اثر ناچاری مجبوریم باهاشون مذاکره کنیم. بالاخره همسایه‌مون، همسایه ما که سوئیس نیست، ولی شما هوادار طالبانی، هوادار داعش بودی، اتهام چیه؟ حالا ادامه اون برنامه بدیاشم گفتم، خوبیاشم گفتم، ولی بودم در زمانی که قبل از اینا که حکومت کنن و بعد از اینا که حکومت بودن کنن، مدتی در شهر کابل بودم. باور کنید همین قانون دست بریدن رو که اینا گفتن، شاید در طول افغانستان 10 تارم نبریدن. کشوری که همه اسلحه داشتن، کشوری که اصلا به اصطلاح در چی نبود، دزدی از بین رفت. دیدین توجیه به میگن تئوریزه کردن خشونت. طالبان چند تا دست بریده؟ میگه چند تا بریده، مثلا چند هزار تا بریده. حالا میگه نه اصلا باور کنید 10 نفرم نشد. حالا شما نگاه کنید بخش قابل توجهی از همتباران افغانستانی ما یا دست ندارن یا پا ندارن، چند هزار تا رو طالبان دست و پاشونو بریده، چند هزار تا به چشم اینا چند ده نفر، چند ده نفر هم نه، میگه نهایتا 10 نفر. خیلی جالبه
سر کشتگان آبان که دیگه تمام اسناد نشون میده فرای 323 نفر مثلا کشته نشدن که بخشش همین اپوزیسیون وهابی از پشت تیر زده، اونو میگن یه دفعه تا 14-15 هزار تا چیز میکنن ضریب بهش میدن. حالا اینجا که زر طالبان میشه که چند هزار تا دست پا بریده، میگه چند نفر. حالا بعد میگه که دست پا رو برید دیگه دزدی قطع شد تو افغانستان. تو افغانستانی بدون دزدی قطع شده؟ روزی نیست که اخبار افغانستان بیرون نه. آه عزیزان هم تباران افغانستانی، برنامه منه که شما با دقت ببینید جواب اینو بدید، دزدی که در افغانستان وجود داره پاسخ اینو بدید. داره طالبانی دفاع میکنه که دست پا بریده. حالا بعد از رفت حالا حسرت هم میخوره چرا کشور ما دست پا نمیبره. ببخشید چی رو با چی میخواید عوض کنید؟ تن اینا چون که قصاص قانون میترسونه، ما نمیفهمیم خدا ما رو ساخته. این قانون ده بارم اجرا نشد ولی میترسیدن همه، هیچ کس دزدی نمیکرد. حتی اگر مثلا تایر ماشینش میفتاد تو دره میرفت از شهرداری اجازه میگرفت که مال خودم ها، باز نگید مال کسی دیگه است. خدا ما رو ساخته میدونه که چی و... خدا که تو رو نساخته، خدا تو یکی رو حداقل تو یکی رو که دیگه چند تا بوق بذارید خودتون میدونید دیگه، طوری که دیگه ادرارت کرده. دزدی باب خیلی چیز بدیست، بدبخت میکنه انسان. یه عمر شما پیدا میکنی باز مد ازت میگیره، کاش فقط بگیره، اگه مقاومت کنی کشته هم میشی. متوجه هستید قصاص اجرا نمیشه؟ بله متوجه هستید. همین حرام لقمه حواستون هست، معترضی که در ایران قصاص و دست و پا قطع کردن اجرا نمیشه و همین حرام لقمگان، همین وطن فروشان که صفوف دشمنان ما رو تشکیل میدن، معترض بودن که چرا نوید افکاری به قصاص جنایتی که انجام داده بود محکوم شد. در نوید افکاری هایتونه پاره کردن خودشونو، حالا همینا به جمهوری اسلامی یقه جمهوری اسلامی رو گرفتن، چرا دست و پا نمیبری؟ بذار من هوادار عربستان بیام سر کار، قول میدم دست و پا ببرم، قول میدم که حتی به شیعیان اجازه قمیزنی بدم، دست پا ببرم، جنایت بکنم به اسم خدا و پیغمبر و اینا. من الان وارد بحثای مذهبی نشدم و نمیخوامم بشم، فقط دارم یه چیزی میگم، چه مذهب قبول داری چه نداری، چه مثل خیلی از عزیزان مذهبی ما باورمند به اسلامی، چه بخشی از هواداران ما و خود من که نیستی باورمند نیستی، مهم نیست. مهم اینه که یه روایتی آقای خامنه ای از اسلام داره، مهمم نیست این روایت آقای خامنه ای و حکومتش روایت اصلی و نسخه اصلی از اسلام 1400 سال پیشه یا نیست. مهم اینه که دشمنان این روایت کسانی هستن همچون آقای سجودی که مهم نیست اسلام واقعی رو داره میگه یا اسلام قلابی وهابیت خودش رو میگه، اینم مهم نیست. مهم اینه که اینها میگن روایت آقای خامنه ای روایت درستی نیست از اسلام، اوکی. میگن روایت ما درسته، ما باید بیایم دست و پا ببریم. حالا تو این وسط وایسادی، یا هوادار اسلامی یا نیستی، تو اون جامعه داری زندگی میکنی، با کدوم روایت میخوای کنار بیای؟ دوست داری کدومش واقعی تر باشه؟ دوست داری اصلا واقعی یا غیر واقعیشو ولش کن؟ دوست داری کدومش به تو حکومت کنه اگه قراری یکیشون حکومت کنه؟ این آلترناتیوای جمهوری اسلامیه. دعواش با خامنه‌ای اینه که چرا دست و پا قطع نمی‌کنی. و عزیزان آقای زیبا کلام قربونتون برم آقای رضا پهلوی، برای شما بشم، عزیزان اپوزیسیون سکولار دموکرات که میگی دین از مذهب جداست، دمتون گرم، شاید هم درست میگی، من نمیخوام بحث کنم، ولی پرسش اینجاست، شمایی که اعتقاد دارید دین از سیاست، میگم دین از مذهب، دین از سیاست جداست، اشتباه گفتم، شما که اعتقاد دارید دین از سیاست جداست، میتونم بپرسم چگونه در رسانه‌های حضور پیدا میکنید که علناً از رسانه کلمه بگیر تا جهانی نور بگیر تا کوفت و زرمار و اینا رو بگیر که پولاشون از عربستان میگیرن، علنا تبلیغ قوانین دست بریدن و پا بریدن و دفاع از داعش و اینا دارن و دقیقا میگن ما باید بیایم حکومت، دعواشون هم با جمهوری اسلامی اینه که تو اسلام قلابی هستی، من باید بیام اسلام واقعی پیاده کنم، دقیقا همون کاری که ابوبکر بغدادی کرد. نقد هایی که این آدم به طالبان داشته رو برید گوش کنید، نقدش به طالبان این نیستش که چرا نذاشی بچه ها برن مدرسه، نقدش به طالبان این نیستش که چرا چهار تا دست و پا بریدی، میگه اینا که دمت گرم، نقدم به تو اینه که چرا اسلام واقعی رو با شدت بیشتری اجرا نکردی. اینا مخالفین آقای خامنه ای هستن. شما اگه صفوف دشمنان بچهای گارد جاویدان سپاه پاسداران آقای خامنه ای رو بشناسید، از من محکمتر با هر عقیده ای
ولو به اینکه مخالفت با دین و مذهب، محکم وای میسی برای حفظ کشورت، از آقای خامنه ای و گارد جاویدانش دفاع میکنی. وقتی که بچهای سپاه و نیروهای نظامی ایران جریانات قاچاقچی سوختار، کسان قاچاقچی سوخت، حالا بهش میگن سوختبر، میگن بهش سوختبر، بله، حالا فردا به قاچاقچیای چه میدونم اعضای بدنم میگن دلبر دیگه، وقتی که به قاچاقچی لوازم منزل میگن کولبر، فردا به قاچاقچی اعضای بدنم حتما میگن دلبر. وقتی که نیروی نظامی ایران در برابر این قاچاقچیای سوختبر و اینا ایستادگی میکنه، اینها رو سرکوب میکنه، از سرکوب اینا دفاع میکنی. چرا؟ چون اگه این جریانات وهابی روی کار بیان، حمام خون به پا میکنن عزیز دل، حمام خون. الان میفهمی مولوی عبدالحمیدو چرا باید تو دهنش بزنی وقتی که میگه ما یک رئیس جمهوری میخوایم که از دل مدارس سنی در سیستان و بلوچستان در بیاد، از دل این مدارسی که شما متاسفانه در دوران جمهوری اسلامی رشد و نمو پیدا کرده، مدارس وهابی و سنی در دوران جمهوری اسلامی رشد و نمو پیدا کرد، از دل این مدارس عبدالمالک ریگی ها در مدن که مثل ریگ آدم میکش، حرام لقمه سرباز میکش، میگو دارم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنم. توف به شرافتت که سرباز وطن رو داشتیم، سربازی که اومده 24 ماه 20 ماه حالا هر چقدر خدمت کنه، کارت پایان خدمت بگیره، اگه پارتی هم داشت که اونجا نمینداختنش، در جاهای بهتر و خوش آب و هواتر بالاخره خدمت میکنه. یک کسی که یعنی رسما مستعزف، رسما بی کس و کارتر از سربازایی که لب مرزن ما داری، تو سر اینا رو میبریدی؟ از دل مدارس مولوی عبدالحمید اینجور آدم ها در میان. حالا همین مرتی که سجودی از دل همین مدارس در اومده، دعوا داره با جمهوری اسلامی، چرا دست و پا نمیبری؟ دعوا اینا اینجوریست، دعوای ما با این صفوف اینه. حالا برو بگرد دنبال پرتقال فروش که صحبتای این آدم علیه من، صحبتایی که میخواد در بیاره ضد اطلاعات رضا بازار رو در میاره و رضا بازار ضد اطلاعات اینو علیه منو بازنش میدن، کسانی که میخوان کشور رو به اینجا برسونن. قربونتون برم، شب و روزگار خوش، دمتون گرم که این برنامه رو توجه کردید و امیدوارم با این افشاگری ها چشم هممون باز بشه، محکم پشت کشورمون وایسید، از هیچ چی نترسید. دشمن بسیار خار و زبونه، دشمن در تمامی سطوح داره مثل سگ واق واق میکنه پشتمون، حریف نیستیم. اسرائیل رو نگاه کن، هر روز داره خوشو پاره میکنه، تهدید میکنه، اینم سگاشونن میخوان کشور اینجوری نابود کنن. دعواش با جون اینا، شما همین صحبتی که این داره میکنه به گروهای حقوق بشری که میرن تو همین رسانه، فقط شما کافیه که در بیاری، اگر از جایی دارن پول میگیرن. شما دیدی الکسی ناوالنی رو چجوری زدن زمین؟ هرچند بماند رئیس سازمان CIA در بخش میز ایران، البته رئیس سابق میز ایران سازمان CIA آقای رابرت بایر رسما بیان کرد، گفت ما فقط روی این جریانات تروریستی وهابی در سیستان بلوچستان دیگه حساب باز میکنیم. رو بخش اپوزیسیون سکولار دموکرات گفت اینا بیباخارن، ما روی اینا دیگه نمیخوایم پول خرج کنیم. گفت اگر پول قرار خرج کنه آمریکا، رو بخش تندروی مذهبی جریان وهابی در سیستان بلوچستان خرج میکنه. دیگه خرد یادتون باشه دیگه. دمتون گرم، خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید. بدرود.